حمله انتحاری در مراسم تشییع جنازه سالم زدیار. دادگاه ابتدایی در کابل دستور بازداشت 13 مقام پیشین و برحال امنیتی را صادر کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. حمله انتحاری در مراسم تشییع جنازه سالم زدیار. دادگاه ابتدایی در کابل دستور بازداشت 13 مقام پیشین و برحال امنیتی را صادر کرد. یک دادگاه ابتدایی در کابل دستور بازداشت 13 مقام امنیتی پیشین را صادر کرده است. این دستور در پیوند به بررسی پرونده حمله انتحاری در مراسم تشییع جنازه محمد سالم زدیار که در نتیجه شلیک نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات در کابل به شهادت رسید صادر کرده است. یک دادگاه ابتدایی در کابل دستور بازداشت 13 مقام پیشین امنیتی و برحال نیروهای امنیتی را در پیوند به وقوع حملات انتحاری در مراسم تشییع جنازه محمد سالم زدیار، پسر محمد علمی زدیار، معاون مجلس سنای افغانستان صادر کرده است. منبع در دادگاه عالی که نمیخواهد از وی نام برده شود، این خبر را به اطلاعات روز تایید کرد. در میان افرادی که حکم بازداشت آنها صادر شده است، نام های مقام های امنیتی پیشین چون جنرال شریف یفتلی رئیس پیشین ستاد ارتش، جنرال مراد علی مراد معین پیشین وزارت امور داخله، گلنبی احمد زای فرمانده پیشین گارنیزیون کابل، جنرال حسن شاه فروغ فرمانده پیشین پلیس کابل و جنرال صادق مرادی معاون پیشین امنیتی پلیس کابل شامل است. محمد سالم زدیار در 12 جوزای سال 1396 در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی در جریان یک راهپیمایی اعتراضی در ولایت کابل کشته شد. تظاهرات در واکنش به انفجار یک تانکر مملو از مواد منفجره در چهار راهی زنبق شهر کابل در 12 جوزای سال 1396 برگزار شده بود و معترضان خواهان کنارگیری اشرف غنی و عبدالله عبدالله بودند. معترضان در مسیر حرکت به سمت ارگ ریاست جمهوری با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. نیروهای امنیتی تلاش کردند که با استفاده از ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور مانع پیشروی معترضان شوند، اما موفق نشدند. این نیروها سپس بر معترضان شلیک کردند و در این تیراندازی 5 معترض کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. در آن زمان شمار از مقام‌های ارشد حکومت خواهان بررسی عاملان شلیک بر معترضان شده بودند و رئیس جمهور اشرف غنی نیز دستور تحقیق در این زمینه را داده بود. یک سال پس از این رویداد معاون مجلس سنا از حکومت خواست که زمینه بررسی تیراندازی بر تظاهرات 12 جوزای سال 1398 را فراهم کند. او گفت اگر حکومت با بی‌تفاوتی برخورد کند، او خود برای انتقام گیری اقدام خواهد کرد. در 10 جوزای سال 1396 یک تانکر مملو از مواد منفجره در ساحه سبز کابل منفجر شد. در این رویداد صدها تن کشته و زخمی شدند. پس از آن معترضان به جاده ها آمده و به حکومت اعتراض کردند، اما نیروهای امنیتی مانع معترضان شده و رویداد دیگری به وقوع پیوست. یک روز پس از 12 جوزا
چندین حمله انتحاری پیهم در مراسم تشییع جنازه محمد سالم زیدیار رخ داد. در این رویداد 6 تن کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند. در این مراسم مقام های بلندپایه حکومت از جمله دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین و صلاح الدین ربانی سرپرست پیشین وزارت امور خارجه شرکت کرده بودند. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.